من و برادرم دانشجو هستیم در اروپا که متاسفانه از 1 سپتامبر هم که کلاسامون شروع شده ما هنوز نتونستیم برسیم به مقصدمون. با این نرخ پروازها هم نمیدونم کی واقعا بشه بتونیم بریم. شیوع کرونا بهای بلیت هواپیما را در جهان کاهش داد، در ایران افزایش. سفر هوایی چرا برای ایرانیان گران شده؟ در ادامه برنامه امشب، معاون رئیس جمهوری افغانستان از مهلکه گریخت. انفجار در مسیر کاروان خودروی امرالله صالح جان 10 غیر نظامی را گرفت. چون این پرستو همه جزئیات و همه چیز رو داده، هزار چیز درست کرده، یک سناریوی درست کرده. همه تیم طائفه ما تو تحت فشار خواهند بود. روایت پیش از مرگ قاضی ایرانی که در رومانی درگذشت. غلامرضا منصوری در فایلی صوتی تازه که به بی بی سی فارسی رسیده از ماجرایی میگوید که به خروجش از ایران انجامید. دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، از مردم جمع میکنن یا اعانه جمع میکنن برای ما. روحانی مدعی ساده زیستی و تملک آپارتمانی 30 میلیارد تومانی در تهران. علیرضا پناهیان همچنان میگوید که هدیه است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. از جمله اولین قربانیان شیوع کرونا شرکت‌های هواپیمایی بودند. بسیاری از خطوط هوایی زمین‌گیر شدند و در پی ضررهای میلیاردی هزاران کارمندشان را برکنار کردند. بی‌رغبتی مردم به سفرهای هوایی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش قیمت بلیط‌ها شده. اما این روند در هفته‌های اخیر در ایران برعکس بوده. بنا به گزارش‌ها قیمت بلیط‌هایی که تا پارسال 2-3 میلیون تومان بوده، حالا به چند ده میلیون رسیده. علت چه میتواند باشد؟ رقابتی نبودن صنعت هوایی در ایران، افزایش ناگهانی قیمت ارز یا سوء استفاده شرکت‌های هواپیمایی؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. شیوع ویروس کرونا بحران بی سابقه ای را در صنعت هوانوردی رقم زده. شرکت‌های هواپیمایی در جهان ظرف 7 ماه بیش از 80 میلیارد دلار خسارت دیدند. خطوط هوایی برای جبران خسارت علاوه بر تعدیل نیرو، قیمت بلیط را پایین آوردند. اما در ایران خلاف این ماجرا مشاهده می شود. مخاطبان بی بی سی می گویند قیمت بلیط برخی پروازهای خارجی تا بیش از 30 برابر گران شده. نمونهش پرواز استانبول. قیمت بلیط تهران استانبول از 2 میلیون تومان در زمستان پارسال حالا در برخی دفاتر مسافرتی بالاتر از 64 میلیون تومان فروخته می شود. این اتفاق دو دلیل عمده دارد. نخست بالا رفتن نرخ ارزهای بین‌المللی و دوم محدود شدن پروازهای خارجی از جمله پرواز مستقیم به استانبول. رخدادی که سفر خارجی را حتی برای گروه‌های پردرآمد دشوار کرده. اتفاق تازه اما شرایط شبه انحصاری است که خط هوایی قطر به دست آورده. خط هواپیمایی قطر در نبود رقیبان ایرانی و محدودیت برای فعالیت دیگر ایرلاین های خارجی یک تازه آسمان ایران شده. این شرایط صدای بعضی رسانه ها را هم درآورده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از فعالیت انحصاری این خط هوایی انتقاد کرده و نوشته این شرکت خارجی روزانه 2 پرواز به تهران دارد و مسافران ایرانی را ابتدا به دوحه و سپس به اقصی نقاط جهان منتقل می کند و در عمل بازار پروازهای بین المللی ایران را به دست گرفته. خط هوایی قطر برای فعالیت در بیشتر کشورهای منطقه که هم پیمانان عربستان سعودی هستند با محدودیت مواجه است و حالا ایران بازار خوبی برای این شرکت در منطقه شده. همزمان بنابر مدارکی که به دست بی بی سی فارسی رسیده، دولت ایران به ایرلاین های محدودی مجوز فعالیت می دهد و در عمل با این کار به قدرت گرفتن قطر در آسمان ایران کمک می کند. به طور نمونه نامه‌ای که خط هوایی ترکیه به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نوشته نشان می دهد که این شرکت طی ماه‌های گذشته بارها خواستار برقراری مجدد پروازهایش از تهران شده، اما هنوز نتوانسته از دولت ایران مجوز لازم را دریافت کند. برخی منابع نزدیک به خطوط هوایی ترکیه مدعی‌اند که این به خاطر توافق ایران و خط هوایی قطر است. توافقی که به گفته این منابع
بر اساس آن قطر درآمد حاصل از فروش بلیت در ایران را در داخل کشور هزینه می کند و در برابر آن از شرایط شبه انحصاری در این کشور برخوردار شده. رئیس انجمن صنفی دفتر خدمات مسافرتی با رد ادعای خط هوایی ترکیه گفته شرکت هواپیمایی ترکیش ایر بارها اعلام کرده که پروازهای خود را آغاز خواهد کرد، اما هر بار به دلایل مختلفی پروازهایش را به تعویق می اندازد. این شرکت هواپیمایی چند روز مانده به پرواز سفرهای خود را لغو می کند و مبالغ بلیط ها را به این زودی ها باز نمی گرداند. بی بی سی فارسی با خطوط هوایی قطر و ترکیه در این باره تماس گرفته و هنوز پاسخی دریافت نکرده. در این شرایط شمار پروازها کم شده و مسافران ایرانی مجبورند هم مسیر خود را طولانی کنند و هم هزینه بیشتری بپردازند. در حال حاضر از تهران به استانبول پرواز مستقیم وجود ندارد یا حتی اگر پروازی بوده لغو شده. مسافران مجبورند برای رفتن به استانبول در دوحه توقف کنند. من یک آزمون زبان هست به نام PTE که چیزی شبیه IELTS و TOEFL هست. چون در ایران مرکزی نداره مجبور هستیم در خارج از ایران آزمون بدیم و این مسئله حدود 6 ماه کلم همه برنامه های منو عقب انداخته. بسیار تأسف آور و شاید خنده دار اینه که امروز که 2 سپتامبر هست، شما اگه در سایت های خرید آنلاین چک کنین همچنان بلیت ترکیشو میتونین برای ماه سپتامبر بخرین. هیچکی هم که نظارت نمیکنه که بگه آقا این ایرلاین که هنوز خط پروازیش برقرار نشده چرا داره بلیت میفروشه. به نظر میرسد مجادله ای که بر سر پروازهای بین المللی به راه افتاده ریشه در محدودیت هایی دارد که تحریم ها برای ایران به وجود آورده. بسیاری از خطوط هوایی برای پرداخت هزینه خدمات مورد نیاز خود به شرکت‌های ایرانی مشکلات مختلفی دارند و همین موضوع شرایط را از حالت عادی خارج کرده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. تعدادی از مخاطبان بی بی سی در پیام‌هایی که برای ما فرستادند از تأثیر افزایش قیمت بلیت پروازها بر زندگیشون گفتند که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم. در واقع یکی از قربانیان این سوچویی‌های شرکت های هواپیمایی در ایران، بنده برای 17 سپتامبر پرواز رزرو کردم به مقصد مونترال. متاسفانه با افزایش قیمت های خیلی عجیب مجبور شدم هزینه بسیار گزافی رو پرداخت بکنم به هواپیمایی قطر و از طرفی به خاطر لغو پرواز های سایر شرکت های هواپیمایی در ایران مثل ترکیش، مثل امارات، شرکت های لوفتانزا و سایر شرکت های دیگه شرایطی رو برای این هواپیمایی فراهم کرده که در واقع چون رقیبی در کشور نیستش براش حسابی واقعا قیمت های بسیار بسیار گزافی رو دارن از مردم میگیرن، هم در نحوه خدمات رسانیشون بسیار نارضایتی به وجود آوردن برای مسافرها و خیلی خیلی واقعا دوستانی هستن که ضررهای خیلی زیادی رو متحمل شدن. من و برادرم دانشجو هستیم در اروپا که متاسفانه از 1 سپتامبر که کلاس هامون شروع شده ما هنوز نتونستیم برسیم به مقصدمون. با این نرخ پرواز هم نمیدونم که واقعا بشه بتونیم بریم. فقط بلیت تهران تا استانبول اگه از طریق دوحه بری چیزی حدود 37 میلیون تومان واسه هر نفر آب میخوره. واسه همین ما فعلا موندیم و سردرگم و نگران که ببینیم آخرش چی میشه. مهران جنت سرش، رئیس پیشین ایستگاه خطوط هوایی جرمنیا در فرودگاه امام خمینی از آلمان با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای جنت سرش. علت چیه این افزایش نجومی قیمت ها؟ علتش چی میتونه باشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب افزایش قیمت ارز یک دلیلشه، ولی سوء استفاده از شرایط دلیل اصلی که خصوص در مورد شرکت هواپیمایی قطر و هم هواپیمایی ترکیش. شرکت هواپیمایی قطر بلافاصله بعد از اینکه مسئله کرونا پیش اومد و ایران کنسل کردن پروازاشون، به یک باره چند برابر قیمت بلیطاشو افزایش داد و به نوعی بدون رقیب هم بود دیگه، تنها ایرلاینی بود که می اومد
به ایران، به خصوص برای مسافرین کانادا و آمریکا. حالا بعد از اینکه ایرانر پروازش مجددا به مقاصد محدودی از اروپا مجدد انجام شد، خب مسافرین اروپا میتونستن از ایران استفاده کنن، ولی متاسفانه در مورد پروازهای آمریکا و کانادا خب قطر یک تاس شد و واقعا هم تا اونجا که تونست قیمت‌ها رو برد بالا، چندین برابر برد بالا و سکوت دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی سازمان هواپیمای کشوران در این خصوص خیلی قابل تأمل هست. در مورد ترکیش هم سوء استفاده کرد از قضایی متاسفانه، یعنی اومد تا 3-4 بار تاریخ اعلام کرده، گفته ما انجام و بلیط رو فروخته، پول از مسافر گرفته و با وجود این که کنسل کرده و در سایتش هم زده که ما 90 روز بعد پول رو برمیگردونیم، ولی خیلی از کسایی که من میشناسم از عید نوروز کنسل شده هنوز موفق نشدن پول بلیطشون از ترکیش پس بگیرن و متاسفانه شرایط ایران هم طوریه که شکایتیش که به جایی نمیرسه و این اصلا میتونن شکایت بکنن آقای جنتش؟ اصولا فکر میکنید که دولت میتونه اقدامی بکنه، اعتراضی بکنه؟ این در اصل شکایت بکنن وظیفه دفتر نظارت و شرکت هواپیمایی سازمان هواپیمای کشوری که این شکایت ها رو پیگیری بکنه تا حصول نتیجه، ولی تا الان که من چیز به اون صورتی نشنیدم. با خیلی هم صحبت کردم، از عید نوروز هنوز پولشون رو پس نگرفتن. فکر میکنید این ادعای ترکیش ایرلاین که میگه که توافقی بین ایران و قطر ایرویز وجود داره چقدر ادعای جدی میتونه باشه؟ ببینید، در اینکه قطر ایرویز روابط پشت پرده خیلی سنگینی داره شکی نیست، اصلا شما شکی در این نکنید، ولی خب اگر اجازه بهش به هواپیمای ترکیش نمیدن، پس چرا ترکیش میاد تاریخ اعلام میکنه و بلیط میفروشه؟ تا زمان حصول اطمینان، تا زمانی که مجوز رو بگیره، میتونه حداقل که بیزو نفروشه. نه، این ادعای ترکیش به نظر من درست نیست. فکر میکنی که چقدر بحران کرونا مؤثر بوده در این شرایط؟ چقدر افزایش قیمت ارز تاثیر داشته؟ خب به هر دوش خیلی مؤثر بوده، چون بحران کرونا به خصوص در مورد پرواز استانبول، خب شرکت هواپیمای ایرانی رو درگیر کرد. الان هیچ کدوم از شرکت هواپیمای ایرانی پرواز ندارن و همینطور حالا شرکت های دیگه. این دوتا عامل خیلی تاثیر داشته، ولی بس از سوء استفاده از این شرایط. چرا شرکت هواپیمای قطر باید بس فرض کنیم بلیط آلمانی که تا فرض کنیم ماه نوامبر و دسامبر 5 میلیون بوده، 5 میلیون خورده بوده، 6 میلیون بوده، یه دفعه بکنه به 20 میلیون؟ میگه چقدر نرخ ارزی ها افزایش پیدا کرد؟ یه 4-5 برابر بکنه. آیا مسافرانی که پول دادند و بلیط رو خریدند اما سفرشون انجام نشده میتونن دست جمعی اقدام بکنن؟ آیا هیچ سازمان بین‌المللی هست که بشه بهش شکایت برد از عملکرد این خطوط هوایی؟ بله، چه میتونن به یاتا شکایت کنن، به انجمن شرکت بین‌المللی شرکت هواپیمایی، و در ایران هم که دفتر نظارت بر شرکت هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری هست که خب حالا در نبود، در واقع در بیعملی دفتر نظارت و شرکت های هوایی، آیا شهروندان عادی میتونن شکایت به جایی ببرن؟ بله، میتونن به یاتا شکایت. یعنی در یاتا بخشی هست که رسیدگی بکنه به چنین شکایاتی؟ بله. و در نهایت فکر میکنید که این روند افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه موقتیه؟ قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، چون این دو تا شرکت تا اونجا که بتونن سوء استفاده قبلا هم کردن. یعنی شما فکر نکنید الان بوده. ببینید، خود ما زمانی که فرودگاه امام بودیم، هواپیمای قطر که می اومد، بهترین کانترا مال هواپیمای قطر بود، بهترین کارمندا مال هواپیمای قطر بود، بهترین سرویس ها مال هواپیمای قطر بود. ما بقیه شرکت ها مثلا جرمنی یا شرکت های دیگه یا همین شرکت هواپیمای اوکراین یا اطلس جت و اینا، ما ها اصلا آخر سر بودیم. بهترین امکانات رو فرودگاه و سیستم صنعت هوایی ایران برای شرکت هواپیمای قطر میشه که ترکیش میذاشت. آقای جنسرش، فهم کنید که علت بیرغبتی دیگر خطوط هوایی برای پرواز به ایران چیه؟ خب ببینید، خیلی مسائل هست که حالا شرکت اروپایی وسط دارن. یکی به خاطر نوتمیه که دادن، به خاطر قضیه پرواز اوکراین و اون پایریسی که به خاطر پرواز روی 26000 اعلام کردن و اینجوری فضای ایران تهدید کردن، خب یکیش همونه، و خب بحران کرونا هم دومیش هست، و نوسان قیمت‌های ارز خودش برای شرکت‌های هواپیمایی زیاد جالب نیست،
اینی که رغبتی نمی‌کنن که پرواز انجام. متشکرم از شما مهران جنت سرش، رئیس پیشین ایستگاه خطوط هوایی جرمنی. متشکرم. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، از یک حمله در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته مواد انفجاری که در این حمله به کار رفت در یک گاری دستی جاسازی شده بود. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش روین رهنوش. صبح پایتخت نشینان این گونه آغاز شد. منطقه تایمنی کابل بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده. دقایق پس از انفجار، امرالله صالح در یک پیام ویدیویی از کسانی که به خاطر حمله به او آسیب جانی و مالی دیدند عذرخواهی کرد. مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش‌ها، ایالت اونا هر روز به تجربه می‌گیرن. شماری از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی از جمله محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، همان سر صبح به دلجویی آقای صالح رفتند. ارگ ریاست جمهوری گفت حمله کار دشمنان صلح است که پیوسته به خشونت ادامه می دهند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان این حمله را شدیداً تقبیح کردند. نزدیک به یک سال پیش هم آقای صالح که سرگرم مبارزات انتخاباتیش به عنوان معاون اول اشرف غنی بود، در حمله به دفترش در روند سبز سطحی زخمی شد. در آن حمله دو نفر کشته و 23 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت انفجار امروز را هیچ گروه بدوش نگرفته. این رویداد در حال رخ داد که کابل هفته های نسبتاً امنی را پشت سر گذاشت. اکنون برخی باور دارند این حمله می تواند روی روند صلح تأثیر بگذارد. در حال حاضر همه چشم به راه آغاز اولین مذاکرات مستقیم دولت و طالبان در دوحه قطر هستند که در جریان دو هفته گذشته بارها به خاطر رها نشدن تنها 6 زندانی طالبان و تأخیر افتاده. اما حالا گفته میشه که این اتفاق مهم سرانجام هفته آینده برای افغانستان رخ میده تا راه برای توقف حادثات مثل حمله امروز پیدا شود. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امور داخلی افغانستان از کابل با ماست. آقای یارمند، فکر میکنید که هدف از حمله امروز چه بوده؟ درود بر شما. هدف از حمله امروز حذف فیزیکی آقای امرالله صالح بود و چنانچه دیده شده ای بار اول نبود. بار دیگه هم بالای آقای امرالله صالح بالای منزل مسکونش حمله صورت گرفت و به این ترتیب چندین حملات دیگه توسط ادارات کشفی قبل از وقوع واقعه خونسا شد. به این اساس هدف فقط متمرکز بالای خود آقای صالح بود که خوشبختانه جان به سلامت بردن. فکر میکنید که چرا آقای امرالله صالح هدف این حمله هستن؟ با چند دلیل. آقای امرالله صالح اینی از انگشت شمار سیاستمدارای افغانستان است که دشمن را بسیار دقیق میشناسد. چنان میشناسد که گویا پشم و قصب دشمن توسط ازی رشته شده باشد و خودی ازی چون در پاکستان هم بوده در زمان جهاد و همچنان از در استخبارات افغانستان مدت طولانی کار کرده و آدم دراک است نسبت به آنچه که در افغانستان میگذره، مطالعه بسیار ژرف و دقیق داره از ترفندهایی که پاکستان داره و در قبال گفتگوهای بین الافغانی نرخی را که تعیین میکنه تبعات آینده از او را بسیار دقیق میدانه. به همین ترتیب نسبت به مذاکرات بین الافغانی دیدگاه و نظریات مشخص خودش داره و میخواهد که
مذاکرات بین الافغانی ضامن حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه، مخالف امارت اسلامی هست و به همین ترتیب همه مسائل را ای در پرویزن استخبارات تحلیل و تجزیه میکنه و اصاره از او را طوری بیرون میکشه که او تصادم میکنه با اهداف و استراتژی هایی را که طرف مقابل یا دشمنا دارن. فکر میکنید که این حمله چه تأثیری بر روند صلح و مذاکرات بین الافغانی میتونه داشته باشه؟ خب میشه گفت که از هوای خانه میدانم هوای بام را. این مذاکرات صلحی که ما پیش میگیریم این اندکترین عقب نشینی صورت نگرفته از طرف گروه طالبان. جنگ شدت پیدا کرده، حملات شدت پیدا کرده و مورد نظر طالبان بود، همه رها شدن روی منظور. اینطور گفتم میشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان شکل نیابتی را مسئولیت نمیگیرن یا ای از کسایی هستند که مخالف مذاکرات بین الافغانی هستند که در صفوف طالبان بودن و اونا اطاعت ندارن از مرکزیت طالبان. متشکرم از شما میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امور داخلی افغانستان. علی القاسمی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز گفت فیلم هایی از رومانی درباره مرگ قاضی غلامرضا منصوری به دستش رسیده، البته درباره محتوای این فیلم ها چیزی نگفته. هفته پیش دادستانی رومانی گفت قاضی منصوری در خرداد ماه امسال در بخارست خودکشی کرده و پرونده را مختومه اعلام کرد. اما برادر قاضی منصوری به رسانه های داخل ایران گفته که سفیر ایران در رومانی در این باره باید پاسخگو باشد و مرگ او را قتل خواند. بی بی سی به فایل های صوتی جدیدی از قاضی منصوری دست پیدا کرده که او در آنها مدعی می شود نقشه هایی برای او کشیده شده بود تا به خارج از ایران سفر کند. همچنین دست نوشته ای از او در اختیار ما قرار گرفته که محتوای آن شبیه یک وصیت نامه است. ژیار گل همکارم از همون ابتدا درباره مرگ قاضی منصوری تحقیق کرده و در استودیو با ماست. ژیار، صحبت های امروز دادستان تهران رو شنیدیم و اینکه ویدیوهایی به دست اونها رسیده. نوبت وقتی که جنازه رو فرستادن به ایران، مقام های ایران گفتند که ویدیوی همراه جنازه نبود. دقیقاً این موضوع حقیقتا یک مقدار تناقض‌گویی و عدم شفافیت در اطلاع رسانی بوده، هم در رومانی هم در ایران. همونجوری هم که اشاره کردی، حدود یکم بیشتر از یک ماه پیش که جنازه با 29 صفحه گزارش از پزشکی قانونی رومانی به تهران رسید، دادستانی اون موقع بر مطبوعات نزدیک به قوه قضاییه گفتن که ویدیوی دوربین‌های مداربسته که میتونه بسیار مهم باشه، نشون بده در اون لحظات، دقایق و ثانیه‌های آخر که آقای منصوری سقوط کرده از طبقه پنجم، نشون میده آیا واقعا خودکشی بوده یا نه، ایشون به هر حال قتل بوده یا هر سناریوی دیگه که مطرح شده. به همین جهت وجود این ویدیوها که الان امروز گفته شده به نظر من بسیار مهمه درباره اینکه واقعا در اون لحظات آخر چه گذشته. ما همچنین همینجوری هم که اشاره کردی به فایل های صوتی زیادی، یعنی مدارک زیادی دست پیدا کردیم همین یکی دو روزه، ولی خب ما مقداری از اون قطعاتی از اون رو بریدیم. یک کلیپ صوتی، فایل صوتی که صدای آقای منصوری در حقیقت در همون دو روز قبل از خودکشی ضبط شده، هنگامی که توسط پلیس بین‌الملل و پلیس رومانی دستگیر میشه، این فایل های صوتی متعلق به اون بره است. اگه این پخش بشه با هم بشنویم. اتاق که اصلا قیافه سفارت نداره، اونا عمدن اتاقی دارن مال استویتشون که ممکنه یه جایی باشه اسمش اسم سفارت. میگه رفته به یک گوشه گفته سفارت. به مریضم گفتم ببرن دکتر، من بردن دکتر، خود کارمند اونجا وایستاده. الان پلیس اینجا، پلیس بینالمللی میگه آقا این کارمند سفارت، خودشان زنگ زدن به ما گفتن این تحت تعقیب اینجاست بیان ببرنش. آقای عبداللهی دادسرا جایی صوتی حضوری صحبت کنین، راهش چیه و چیکار با ما که داریم میایم؟ مگه من نمیام که این کارو میکنن؟
چرا اصلا معلوم شد که آقای منصوری چطور از رومانی سر در آورده؟ ببین این فایل صوتی همه حکایت از این داره، مدارکی که ما داشتیم که واقعا می‌خواسته به ایران برگرده، یعنی این مسلمه. و همچنین خانواده این بارها گفتن این یک نقشه بوده. تو فایل‌های صوتی دیگه هم باز هم آقای منصوری میگه این یک نقشه از پیش تعیین شده بوده که ایشون رو از ایران به فرانسه، بعد به آلمان، بعد در بهمن ماه سال گذشته از طریق مجارستان به رومانی رفته و تو این مدت رومانی بوده. و حتی بعد از صداها من گوش داده میشون میگه من یک مشکل دستگاه گوارشی داشتم که داشتم درمان میشدم تو رومانی و اینها عمدن اسم من را مطرح کردن که من خودم رو نشون بدم. و اونجا به اسم یک به حال یک خانومی اشاره میکنه، ما به دلایل حقوقی و در این بره نمیخوایم اسم ایشون رو بگیم، ولی خب مدارک زیادی وجود داره که درباره این خانم هستش. ظاهرا ایشون بوده که در فرانسه زندگی میکنه، ویزا براشون از طریق کنسولگری فرانسه در استانبول گرفته به فرانسه برده و به نظر میاد ایشون میگه ایشون هم بوده، این خانم بوده که با نقشه ای از پیش تعیین شده ایشون رو کشیدن به رومانی. هر صورت همینجوری که خانواده‌اش هم باز هم میگن این نقشه بوده و مرگ او قتل بوده. یک کلیپ صوتی دیگه از آقای منصوری هست که ایشون به این خانم که 6 ساله با ایشون در ارتباط بوده و شنیده ها به بعضیا گفته این خانم که من ازدواج کردم باش، اما قاضی منصوری از او به نام پرستو نام میبره. اینو بشنویم با هم. پرستو یا حالا بعد شاید اگر یه روز ملاقاتت کنم بگم از اول تمام این جریان با ما بوده، همه رو میدونه، چون این پرستو همه جزئیات و همه چیز رو داده، همه زندگی جزئی، کاش چیز بده، هزار چیز درست کرده، یک سناریوی درست کرده، یک سناریوی درست کرده، این 4-5 ماه سناریو چیده، همه تیم طائفه ما تو تحت فشار خواهند بود، ولی عجب داستانی، یک هزار چیز توش درست میشه، نمیدونم چیکار کنم، چاره ندارم دیگه. اینجا میگن میتونی وایسی، من خب نمیتونم وایسی. چرا اسناد و مدارک زیادی هم توی کشاکری به دست رسید، آیا از اینها میتونیم تشخیص بدیم که به هر حال قاضی منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده؟ ببین اگه این صدای آخر رو خوب بهش توجه کنیم، این یک نوع استیصال و ناامیدی در وجود قاضی منصوری دیده میشه و به نظر میاد واقعا تو تمام نوار صوتی میخواد به ایران برگرده و حتی توصیه میکنه به افراد نزدیک به خودش، به دوستای نزدیکش که بری به دادستانی تهران بگی سریعا این روند رو تسریع کنن و اونجا هم بازم سفارت ایران رو متهم میکنه که باهاش همکاری نمیکنن. اما همونجوری که گفتم یک نوع استیصال و ناامیدی و اینکه به آخر خط رسیده درش دیده میشه و به نظرم میاد که خودش قاعده بازی رو خوب بلده، میدونه این سناریوها چجوری ختم میشن. به همین جهت از یک طرف واقعا ممکنه این صحبت‌های ایشون به خاطر این بوده باشه که نگران بوده کشته بشه و بکشنش. بارها در فایل‌های صوتی که ما گوش کردیم با افرادی که صحبت کرده به این اشاره کرده، در حداقل در 24 ساعت قبل از، یا بگیم 12 ساعت قبل از اینکه مرگ ایشون اعلام شد، ایشون در یک نوار صوتی این رو گفته یا نه واقعا کشتنش یا نه این به پایان خط رسیده و خودکشی کرده. ما به یک قطعی از دست نوشته دست پیدا کردیم که روی یک تکه کاغذ، اگه بتونی رو صفحه نشون بدین دوستانمون تو گالری، نشون میده این اشهد و ان لا اله الا بشه، به نظر میاد اشهد خودش هم خونده و اونجا اشاره کرده من اینقدر پول به این افراد بدهکار هستم و شما این پول ها رو بدید. و به هر حال به نظر میاد در یک شرایطی هم بوده که به کاغذ دسترسی نداشته. اینم جالبه، اگه شما به اون قطعه کاغذی که نگاه بکنید مشخص نیست. بعضی از افرادی که نزدیک به ایشون هستن، من صحبت کردم، میگفتن این نشون میده ممکنه ایشون تو هتل نبوده باشه، در جای نگهش داشتن که این دست نوشته رو نوشته و عکس گرفته و فرستاد. ولی همینجوری که گفتم خیلی نامشخصه. این نوار ویدیویی، دوربین مدار بسته هتل، اگه واقعا صحت داشته باشه، در ایران باشه و حقیقی باشه، میتونه خیلی از زوایای این پرونده رو آشکار بکنه. متشکرم. همونطور که اشاره کردی پرونده بسیار پیچیده ایه. ژیار گل همکارم در استودیو، ممنون ازت.
منابع رسمی در ایران هنوز عنوان اتهام تازه‌ای که علیه نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی مطرح شده را منتشر نکردند. دیروز خبرگزاری صدا و سیما از احضار و ابلاغ کیفرخواست اتهام تازه به خانم زاغری و وکیلش خبر داد. دولت بریتانیا طرح اتهام‌های جدید علیه او را غیرقابل دفاع و غیرقابل قبول خوانده و مدیر کل بنیاد تامسون رویترز که خانم زاغری در استخدامش بوده این اقدام را محکوم کرده. نازنین زاغری در دادگاهی در ایران به جاسوسی متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. او که رد کرده تا امروز بیش از 4 سال از این محکومیت را سپری کرده. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری رادکلیف از لندن با ماست. آقای رادکلیف، درباره این اتهامات جدید چه میدونیم؟ اون چه که ما الان میدونیم این که نازنین رو در مقابل قاضی صلواتی بردن دیروز. بهش گفتن که یادت دادگاهی که سال 2017 داشتی به اتهام علیه نظام، گفتن اون پرونده رو مجدداً به دادگاه میبرن و روز یکشنبه جلسه محاکمه‌اش رو برگزار میکنن. ظاهراً اون کیفرخواست 100 صفحه طولانی بود، همون اتهاماتی بود که قبلاً علیش عنوان شده. وکیل بهش گفته که قانون ایران هم مثل قانون بریتانیا هستش، یعنی نمیتونی برای یک اتهام مشابه دو بار محاکمه بشی. بعد ببینیم که روز یکشنبه در مقابل جلسه دادگاه چه اتفاقی میفته، اما تا الان نشانه ها خوب نبودن. علتش چی میتونه باشه؟ فکر میکنین چرا دوباره دارن پرونده باز میکنن؟ سوال خوبیه. اون چه که بدیهی است این هستش که نازنین داره به انتهای اون دوره مجازاتش میرسه و داشت روز شماری میکرد برای پایان مجازاتش. شاید این یه دلیلش این باشه که فقط یه دلیل داشته باشن طولانی تر نگهش دارن. یک دلیل دیگه شاید به خاطر افزایش تنش بین ایران و بریتانیا باشه. ما دیدیم که تهدیداتی علیه وابسته تجاری بریتانیا در سفارت ایران شده بود. در عین حال یه سری صحبت‌هایی شده بود درباره این اظهارات وزیر دفاع، گفت بدهی بریتانیا به ایران رو میده چون یه فشاری به بریتانیا در اون زمینه وارد آمده بود، ولی واقعا الان خیلی سخته بتونیم گمان زنی کنیم. آیا مقام‌های بریتانیایی به جز بیانیه‌ای که دادن صحبتی کردند؟ بله، بیانیه‌ای دادن که محکوم کردن این تهمات جدید رو، گفتن غیر منصفانه هستش که دوباره او رو متهم کردن. ما از دولت بریتانیا قویاً خواستیم که یک نماینده در جلسه دادگاه روز یکشنبه داشته باشه، با توجه به اینکه بالاخره یک شهروند بریتانیایی بتونه مسئولیت دیپلماتیک یا حفاظت دیپلماتیک داشته باشه، باید نمایندگان دولت بریتانیا در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. دولت قول داده که سعی خودش خواهد کرد که روز یکشنبه در دادگاه حضور داشته باشه. وکلای خانم زاغری پیشتر گفته بودند که دولت بریتانیا به دلیل ریاست جمهوری دونالد ترامپ در واقع داره به تعویق میندازه باز پرداخت بدهیش به ایران رو. فکر میکنید که این تحولات جدید ممکنه منجر بشه که دولت بریتانیا زودتر دست به اقدام بزنه؟ بله، من فکر میکنم این چیزی است که حدس میزنم مقامات ایرانی میخوان به دولت بریتانیا فشار بیارن که این کار رو انجام بده. ما خودمون یه ذره شک داریم که چرا جلسه دادگاه اون دعوی مالی موکول شد به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما پیام من واقعا به دولت‌های بریتانیا و دولت‌های ایران اینه که شما بعد از شهروندان حفاظت بکنید، نه بعد از اونها به این شکل استفاده بکنید. من دارم پشت پرده دولت بریتانیا میپرسم که چجوری میتونن اجازه بدن که آدم‌ها این شکلی در زندان باشن. بعد ببینیم که واقعا جوابشون چه خواهد بود. در خبرها داشتیم که خانم زاغری در هفته‌های گذشته در انتظار خبر آزادی بودند. با توجه به این اتهامات جدید وضع روحیش چطوره؟ بله بله، این درسته. از لحاظ حقوقی او باید چند ماه پیش عفو میشد و یا حداقل الان امیدوار بود که این دوره مجازاتش تموم بشه و قضیه تموم بشه بره.
بخواد یک پرونده جدید علیه او به جریان بیفته خیلی نگران کننده است. او نگران بود که حالا شاید از خانه مجدداً بفرستنش به زندان. این سپاه پاسداران بود که دو محافظ بهش داد تا او را ببره به دادگاه که تفهیم تام بکنه. برای همین نگران بود که بفرستنش زندان، اما نفرستنش زندان و تونست برگرده خونه. و اولویت اصلی ما همین هستش که او فعلا به زندان اوین نره و برای اون اینه که بتونیم برش گردونیم خونه اینجا به بریتانیا. متشکرم ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف. و همطور که شنیدید آقای رتکلیف هم به زندان اوین اشاره کردند. با دوباره مطرح شدن نام نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیا که در زندان اوین زندانی است، یک گروه روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام تورتز در لندن گزارشی از زندان اوین تهیه کرده و این زندان را به مخاطب غیر ایرانی معرفی کرده. در این گزارش با 8 زندانی سابق اوین هم مصاحبه شده. ساعتی پیش با باسیا کامینگ، سردبیر تورتز میدیا، صحبت کردم و پرسیدم چرا به فکر تهیه گزارش از زندان اوین افتادند. Well, first of all, thanks for having me. قبل از هر چیز ممنونم از دعوت شما. ما فکر کردیم که خیلی مهمه که بفهمیم که در اوین چه اتفاقی داره میفته. طبیعتاً این زندان در اخبار داخل بریتانیا به واسطه پرونده نازنین زاغری رتکلیف مطرح شده و مطرح بوده و رویکرد ما در رسانه ما تورتس خبرهای به اصطلاح کند هست، یعنی اینکه بریم عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم و سعی کنیم بهتر بفهمیم که مثلا در این مورد خاص چه اتفاقی داره میفته. بنابراین نگاه کردیم به اوین و اینکه در 40 سال گذشته، 44 دهه گذشته چه اتفاقی داشت میافتاد و چه اتفاقی افتاده در این زندان. و طبیعتاً این هفته دوباره زندان اوین در اخبار مطرح شده، چون باز شنیدیم که نازنین زاغری باید محاکمه دیگری رو در شرکت کنه. فرماتی که از اون استفاده کردیم و در تورتس از اون استفاده می‌کنیم اینه که صداهای افراد، تجربیات افراد رو که معمولاً در رسانه‌ها شاید صداشون شنیده نمیشه بشنویم. بنابراین رفتیم با 8 زندانی سابق اوین که شجاعت لازم رو داشتن که داستان‌های خودشون رو برای ما تعریف کنن صحبت کردیم. کاری که کردیم این بود که در واقع مخاطبان خودمون رو، خوانندگان خودمون رو از این طریق به داخل این زندان ببریم، یک نقشه اینتراکتیو یا قابل تعامل رو درست کردیم، تصاویر ماهواره‌ای رو استفاده کردیم، فایل‌های صوتی روش گذاشتیم، سعی کردیم نشون بدیم که اون واحدهای کلیدی، بخش‌های کلیدی زندان کجا هستن، زندانیا وقتی که وارد این زندان میشن از کجا شروع میکنن و خواستیم که اوین رو به عنوان یک نماینده، یک سمبولی از نحوه عملکرد حکومت ایران در دوران خودمون نشون بدیم. در تحقیقاتتون به چه چیزی رسیدید که قبلا نمیدونستید؟ فکر میکنم از نظر بین‌المللی، در سطح بین‌المللی، خب دانستا درباره اوین خیلی کمه و ما اینجا سعی کردیم که به مردم این فرصت رو بدیم که شرایط زندانی ها رو در داخل اوین، نه فقط الان بلکه از دهه 80 میلادی، از اوایل انقلاب ایران، متوجه بشن. واقعا یک داستان خیلی خاصیه چطور این زندان دچار تغییر و تحول شده، چطور با گذشت این سالها گسترده تر شده، بزرگتر شده و چه جرایمی، چه اتهام‌هایی باعث میشه که بسیاری از افراد داخل این زندان حبس بشن. و فکر میکنم که حسی که با آدم دست میده وقتی که گوش میده به این پادکستی که ما تهیه کردیم، یک احساسیه که قساوت زیادی در این محل اتفاق میفته، شکنجه های فراوانی انجام میشه، یک جور وطن پرستی به اصطلاح بیرحمانه و متعصبانه، کورکورانه درش انجام میشه، تست های بکارت، آزمایش های بکارت، ازدواج های حتی اجباری که در اینجا اتفاق افتاده و اینها همه بخشی از نظام حاکم فعلی در ایران هست. و طبیعتا این چیزها در بریتانیا مردم راجبش اطلاع زیادی ندارن. طبیعتاً میدونم که مخاطبان شما در داخل ایران خیلی آگاه‌تر هستن نسبت به اون چیزی که در داخل این زندان اوین اتفاق میفته. بنابراین شاید ما چیز تازه‌ای کشف نکرده باشیم، اما بیشتر مسئله این نیست، مسئله اینه که چه رویکرد تازه‌ای رو بهش نسبت بهش اتخاذ کردیم و اون رو به عنوان نمادی از نحوه عملکرد رژیم کنونی ایران و چگونگی عملکرد قدرت در این کشور نشون دادیم.
اما در ادامه موضوع دوستان سخاوتمند در جمهوری اسلامی، اخیراً علیرضا پناهیان واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره سهیم بودنش در مالکیت یک مجتمع مسکونی در سعادت آباد تهران گفته بود که فقط یک آپارتمان دارد و آن هم هدیه دوستان است. حالا یاشار سلطانی روزنامه‌نگار سند دیگری را منتشر کرده که نشان می‌دهد او زمینی گران قیمت را هم به بهای بسیار کم از یک ایرانی خارج از کشور خریده. چندی پیش اکبر طبری از متهمان یکی از پرونده‌های عمده فساد اقتصادی هم گفته بود بخشی از دارایی‌هایش را دوستانش به او دادند و رفقایی دارد که اگر بخواهد کل لواسان را به نامش می‌زنند. جزئیات بیشتر در گزارش مریم افشک. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، مثلا مردم جمع می‌کنن، اعانه جمع می‌کنن برای ما. واکنش واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره اشتراک مالکیتش در یک مجتمع مسکونی در شهرک مخابرات تهران، سندی که یاشار سلطانی روزنامه نگار در تهران منتشر کرده. آقای محترمی که اسمشو زدن کنار اسم ما که ما رو با ایشون خراب کنن، ایشونو با ما خراب کنن، نمیدونم. بهشون گفتیم آقا میاد این خونه رو بخرید، یه زمین 225 متری هم چیزیه که هر طبقهش میشد نمیدونم صد و چقدر، شما بگید 120 متر دودن یه همچیز. بعد گفتم که بیاد سهم این بنده خدا رو بخرید، این پولشو لازم داره، حالا ما بالاخره یه کاری میکنیم دیگه. اومد خرید و خونه رو تموم کردیم، تو پایان کار اسم این بنده خدا اومده. حالا یه جوری رذیلانه زدن شراکت فلانی با صاحب فلان کارخانه ها و فلان انسان پولدار، هر کدوم از رفقا زنگ میزنن میگن پس یه برج 100 میلیاردی نیست، بابا یه خونه چه ما یه واحدشو داشتیم. این ویدیویی است که روزنامه اینترنتی فراز درباره این مجتمع مسکونی منتشر کرده. آقای پناهیان البته میگوید همین یک واحد از این ساختمان هم هدیه است. همین الان هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم عربی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم اینطور. شما فرمودید که با آقای نجفی این بار اول نیست که چهره شناخته شده‌ای درباره اموالش زیر سوال میرود و میگوید هدیه دوستان است. مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسم رو به نام من بکن میکنه. بگم کارخونه به نام من بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چیکار کنم ندارید؟ این هم یک سند دیگر از زمینی دیگر که یاشار سلطانی روزنامه نگار در کانال تلگرامش منتشر کرده. سندی که مدعی است علیرضا پناهیان زمینی گران قیمت را بسیار ارزان از یک ایرانی خارج از کشور خریده. این سند میگوید آقای پناهیان در سال 91 زمینی به مساحت 423 متر در سعادت آباد تهران را به قیمت 11 میلیون و 800 هزار تومان خریده است. یاشار سلطانی چندین سوال را درباره چگونگی خرید این زمین مطرح کرده، از جمله پرسیده شما چگونه و به چه مناسبتی زمین سعادت آباد را متری 43 هزار تومان خریداری کردید؟ این توییت رضا پناهیان پسر آقای پناهیان است. فقط وسط ناسزاها و کنایه ها در جریان باشید، من به عنوان پسر پناهیان توی خونه 80 متری مستأجرم که الان نگران سر سالمم. در سالهای گذشته پرونده‌های زیادی درباره فساد اقتصادی مقامات و چهره‌های شناخته شده جمهوری اسلامی مطرح شده، اما تاکنون قوه قضاییه نسبت به اسناد منتشر شده از علیرضا پناهیان، شاگرد و واعظ رهبر جمهوری اسلامی و نایب رئیس قرارگاه عمار، واکنشی نشان نداده. مریم افشنگ، بی بی سی. به نوشته روزنامه کانادایی نشنال پست، دولت این کشور پس از 8 ماه تأخیر به طور رسمی به تهران اطلاع داده که به خاطر ساقط کردن هواپیمای اوکراین، دو پرونده قضایی علیه ایران در کانادا تشکیل شده. هر دو پرونده چند روز بعد از سرنگونی این هواپیما با شکایت خانواده قربانیان در دادگاه اتاوا ثبت شدند. وکیل یکی از این پرونده ها جمهوری اسلامی را به خاطر کشتن 176 سرنشین این هواپیما به اقدام تروریستی متهم کرده. مارک آرنولد، وکیل یکی از خانواده‌های قربانی پرواز سرنگون شده اوکراین از تورنتو با ماست. آقای آرنولد، شکایت‌های مختلفی مطرح شده، شما وکیل چند نفر از خانواده‌ها هستید؟
من در حال حاضر به عنوان شاکی اصلی دارم عمل می کنم در یک دادخواهی علیه ایران که ناشی از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در تهران هست. من می خوام همچنین به شما بگم من یک دکمه الان رو کتم پوشیدم. من دارم به یاد یک نوجوان به اسم آراد که 16 سالش بود و یک شهروند کانادایی بود این دکمه رو میزنم. پدر او این رو به من داد و من امروز به یاد آراد این حرف رو میزنم و به یاد تمام قربانیان ساقط شدن اون هواپیما. در دو شکایتی که از طریق دولت کانادا به اطلاع ایران رسیده، یکیش ایران درش متهم شده به قصور و کوتاهی. شما گفته میشه که ایران رو متهم به تروریسم کردید. بر چه اساسی فکر میکنید که اتهام تروریسم اتهامیه که میتونید در دادگاه ثابت کنید؟ به نظر من این یک ادعای بهتر نیست. ادعا علیه ایران تحت عنوان قصور موفق نخواهد شد، چون ایران تحت حفاظت قاعده هست به نام مسئولیت حاکمیت ملی، اما این مسئولیت در قوانین کانادا نسبت به تروریسم وجود ندارد. ایران در قوانین کانادا یکی از حامیان تروریسم محسوب میشه که مشمول اون قاعده مسئولیت نمیشه. شکایت بر اساس قصور و سهل‌انگاری موفق نخواهد شد. تنها راه موفقیت شکایت ما شکایت بر اساس اقدام به ارتکاب عمل تروریستی است. از نظر من، اونجوری که من فهمیدم، دو تا موشک به هواپیما شلیک شده. در سلاح اولی که به طرف هواپیما شلیک شد 19 ثانیه و میگم 25 ثانیه فاصله وجود داشت و ما فکر میکنیم که اون سلاح دومی که به هواپیما شلیک شد یک اقدام تروریستی بود علیه شهروندان ایران و شهروندان کانادا. الان چه تعداد از خانواده ها به این شکایت شما پیوستن و اگر خانواده های بیشتری بخوان میتونن بپیوندن؟ جوری که اینجا قانون کانادا عمل میکنه این هست: شاکی اصلی از طرف خانواده ها اقدام میکنه. ما فقط زمانی میتونیم به عنوان یک دادخواهی این رو به جریان بندازیم وقتی قانون اجازه رو بده که شاکیان بیشتری بتونن ملحق بشن به این پرونده. در ماه فوریه اگه قانون و دادگاه این رو اجازه بده ما چنین دادخواهی رو ارائه بکنیم، تمام اعضای خانواده قربانیان هواپیما میتونن به این شکایت ملحق بشن. و در نهایت آقای آرنولد، کجا قرار رسیدگی بشه به این شکایت؟ آیا در دادگاه‌های بین‌المللی یا اینکه در داخل سیستم قضایی کانادا است؟ بله، این دادخواهی در دادگاه عالی کانادا به جریان خواهد افتاد در استان آنتاریو، اگر از طرف دادگاه تایید بکنه که یک دادخواهی باشه که بعداً شاکیان دیگه بتونن بهش ملحق بشن بر اساس اتهام ارتکاب عمل تروریستی توسط دولت ایران علیه سرنشینان اون هواپیما. متشکرم مارک آرنولد، وکیل یکی از خانواده‌های قربانی پرواز سرنگون شده اوکراین. اردوگاه موریا در جزیره لسبوس که بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان است، در پی آتش‌سوزی کاملا تخریب شده و 13,000 ساکنش آواره شدند. بعد از این حادثه نخست وزیر یونان افرادی که آشوبگر خان را عامل آتش‌سوزی معرفی کرد و گفت این افراد به گرفتن آزمایش کرونا معترض بودند. هفته پیش اردوگاه به دلیل گزارش موارد ابتلا به کرونا قرنطینه شد. بعضی ساکنان موریا به بی بی سی فارسی گفتند این آتش‌سوزی در پی درگیری پناهجویان با نیروهای یونانی بر سر قرنطینه این اردوگاه رخ داده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. اینجا رو می‌بینید، مشاهده می‌کنید کاملا خاکستر شده. اردوگاهی که قرار بود خانه موقت پناهجویان باشد، حالا در آتش به تلی از خاکستر بدل شده.
اینجا کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان است، جایی که پناهجویان به آن نام جهنم موریا را دادند. از دیشب تا حالا همچنان در حال سوختن هست. نگران آتشی را نگاه می کنند که هنوز کامل مهار نشده و بالای سرشان هلیکوپتر اطفای حریق در پرواز. صحنه های آخر زمانی که پناهجویان آن را زندگی می کنند. یک سال نیمه که ما اینجا هستیم در بدر خاک بسیم. در کمپی که 70% ساکنانش اهل افغانستانند و 4 برابر ظرفیتش در آن پناهجو اسکان داده شده. روی برای یورالی و آتش گرفته. آتش دیشب به جان اردوگاه افتاد. پناهجویان در حال فرار از سرپناه موقتشان. 13,000 ساکن موریا دوباره آواره شدند. آوارگی در آوارگی. 25 آتش نشان در 10 ماشین آتش نشانی اعزام شد. چند نفر از پناهجویان به بی بی سی فارسی گفتند که در درگیری با نیروهای یونانی این اتفاق رخ داده، اما آنها تقصیر را گردن راستای افراطی یونان می اندازند. کسانی که به حضور پناهجویان معترضند. دیشب هم استارتی بود واسه این که خون مردم دیگه به جوش اومده بود. سالیان سال تقریبا 1 سال 2 سال مردم اینجا سرگردون منتظر یه مصاحبه اصلی، آخرم جواب مصاحبه اصلی میاد رد، قبول نمیشی. اردوگاه موریا هفته پیش قرنطینه شد بعد از آنکه یک مهاجر اهل سومالی نتیجه آزمایش کرونایش مثبت اعلام شد. یونان میگوید حالا موارد ابتلا به 35 نفر رسیده، کسانی که حالا از آنها خبری نیست و این یعنی احتمال پخش شدن بیماری. پناهجویان اما میگویند شیوع کرونا در اردوگاه شایعه بود و آنها به قرنطینه شدن خانواده هایشان اعتراض داشتند. بدون هیچ دلیلی یهو تو کمپ گفتن کار ویروس کرونا اومده و شما باید قرنطینه بشید و بلوش 2000 تست گرفتن از همه. بعد علیکی نمیدونم بعد از یه نصف روز کاریولوژی 6-7 ساعت گفتن که 17 نفرتون کرونا دارید و در هر خیمه میرفتن کل خیمه رو جمع میکردن که شما کرونا دارید. آخه با کدوم دلیل، با کدوم مدرک، با کدوم دکتر؟ تو کمپی که وحشتناکترین کمپ دنیا است و اصلا دکتری وجود نداره. اردوگاه موریا با آتش سوزی بیگانه نیست. سال پیش هم آتش جان یک زن افغان را گرفت. این بار اتحادیه اروپا قول داده 400 کودک بی سرپرست را به سرزمین اصلی یونان منتقل کند. اما هنوز تکلیف هزاران پناهجوی دیگر نامعلوم است. اینجا خونه ما بود، اینجا دقیقا خونه ما بود که اصلا اثری ازش نمونده. پرهام قبادی، بی بی سی. در 3 سال آینده شرایط دنیا چگونه خواهد بود؟ پاسخهایی که مؤسسه اقتصاد و صلح داده چندان امیدوار کننده نیست. این گزارش یک جمع‌بندی از وضعیت امروز و مشکلات طبیعی و محیطی است که کشورهای مختلف را تهدید می‌کند. پیش‌بینی شده تا 3 سال آینده منابع غذای 3.5 میلیارد نفر در جهان با خطر ناامنی مواجه شود و حدود 1 میلیارد نفر هم بر اثر پدیده‌های اقلیمی و پیامدهای آنها آواره شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آوارگی 1 میلیارد نفر در جهان تا 30 سال دیگر. این مهمترین نکته است که در گزارش سالانه مؤسسه اقتصاد و صلح از تهدیدهای اقلیمی به چشم می‌خورد. تنها در 1 سال گذشته 30 میلیون نفر به دلایل زیست محیطی و در نتیجه تنش‌های اقلیمی و اجتماعی آواره شدند. از هند و چین که به ترتیب شاهد آوارگی 5 میلیون نفر و 4 میلیون نفر از مردمشان در سال گذشته بودند، تا آمریکا که 900,000 نفر و ایران که 500,000 نفر مهاجر اجباری داخلی به خود دیده است. گزارش سالانه مؤسسه اقتصاد و صلح تمام شاخصهای تهدیدهای زیست محیطی در 157 کشور دنیا را بررسی و جمع‌بندی کرده. نتایج این جمع‌بندی‌ها ترسناک است. از میان آن 1 میلیارد نفری که به علت این تهدیدها ناگزیر به ترک خانه و زندگی می‌شوند، بیشترین تعداد در مرکز و جنوب آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا خواهند بود. چنین جابجایی نه فقط می‌تواند بحران پناهجویی در غرب را بیشتر کند، بلکه مهمتر از آن در داخل همان جوامع آسیب‌پذیر دگرگونی های اساسی و بنیادی ایجاد کند. مثلا در ایران که رتبه 9 را در میان کشورهایی دارد که نسبت به مهاجرت های بزرگ داخلی بیشترین آسیب پذیری را دارند. پیش بینی شده که ایران مثل عراق، پاکستان، هند، موزامبیک و نامیبیا با بحران آب، خشکسالی و در نتیجه جنگ و تنش روبرو شود.
خوشسالی از جمله عواملی است که در همین 10 سال گذشته موارد درگیری و خشونت در دنیا را 2.5 برابر بیشتر کرده. مثلا در این گزارش یمن و سوریه نمونه خشونت‌های ناشی از کم آبی و خوشسالی شناخته شدند. همه اینها یعنی دعوا و مسابقه بر سر دسترسی به منابع طبیعی جهان که محدود هستند، در میانه طبیعتی که خشمگین و در حال داغ شدن است. به غیر از 1 میلیارد نفری که به گفته مؤسسه اقتصاد و صلح تا 30 سال آینده آواره می شوند، 3.5 میلیارد نفر هم با ناامنی منابع غذایی روبرو خواهند بود، آنگونه که این رقم همین امروز 2 میلیارد نفر است. تنها در مرکز و جنوب آفریقا 52% مردم با ناامنی غذایی روبرو هستند. این رقم امروز در آمریکا و اروپا 8% است. این گزارش سراسر مرثیه و آیه‌ای است نیست. 16 کشور از جمله نروژ، سوئد، استونی و ایسلند با هیچ تهدید مهمی روبرو نیستند. و برای پیشگیری از آینده تیر و تاری که برای بسیاری کشورهای دیگر رقم خورده، راه حل‌های ارائه شده مشخص است. سرمایه‌گذاری و کمک‌های مالی بیشتر برای بالا بردن استقامت کشورهای فقیر در مقابل بحران اقلیمی، یعنی تزریق پول بیشتر برای مقاوم کردن کشاورزی در برابر خشکسالی، شهرسازی در برابر سیل، حفاظت از جنگل‌ها در برابر تخریب و جلوگیری از انباشت بیشتر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین. اینها اقداماتی هستند که همین حالا هم انجام می‌شوند، ولی نه به اندازه کافی. 20 سال پیش فقط 1 میلیارد دلار خرج این امور می‌شد، اما پارسال 38 میلیارد دلار که باز هم قطره‌ای از دریای هزاران میلیارد دلاری است. دست تو بده من لطفاً. که لازمه کاستن از درد و رنج بیشتر مردم در آینده است. قدر خشکه. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.